بسم الله الرحمن الرحیم. نصایح ابراهیم ادهم به شخصی که شوق گناه داشت. یک روز یک نفر که شوق گناه داشت نزد ابراهیم ادهم آمد و گفت: دلم شوق گناه را دارد و می خواهم گناه را کنم. ابراهیم ادهم گفت: شرط های زیر را در نظر بگیر و گناه کن. اولین شرط که باید در نظر بگیری، در جای گناه کن که آنجا خداوند جل جلاله تو را نبیند. این شخص گفت: این چی طور امکان دارد؟ در همه جا خداوند جل جلاله من را میبیند. ابراهیم ادهم گفت: وقتی که خداوند جل جلاله تو را میبیند، پس چرا گناه میکنی؟ دوم، در جای گناه کن که آنجا ملک و زمین خدا نباشد. آن شخص گفت: همه جا ملک و زمین خداوند جل جلاله می باشد. ابراهیم ادهم گفت: وقتی که همه جا ملک و زمین خداوند جل جلاله است، پس گناه نکن. سوم، وقتی که می خواستی گناه کنی، از روزی پروردگار نخور. آن شخص گفت: همه روزی از طرف خداوند جل جلاله است، این امکان ندارد. ابراهیم ادهم گفت: وقتی که امکان ندارد، پس گناه نکن. چار، وقتی که گناه میکنی، به یادت بیاور که فرشتگان عذاب تو را به سوی جهنم میبرد. خود را از آن فرشتگان نجات بده. آن شخص گفت: این امکان ندارد، من نمیتوانم خود را از فرشتگان نجات بدهم. گفت: وقتی که امکان ندارد، پس گناه نکن. پنج، از گناه در روز محشر انکار بکن، یعنی منکر شو و بگو که من فلان گناه را نکردم، در حالی که همه وجودت بر تو شاهدی می دهد. گفت: امکان ندارد، نمی توانم. ابراهیم ادهم گفت: وقتی که در روز آخرت به زبان چیزی را گفته نمی توانی و همه وجودت از سر تا پا بر تو شاهدی می دهد که تو فلان گناه را کردی، پس هیچگاه گناه نکن. از نظر من، وقتی که انسان می خواهد گناه کند، اول یک تجربه کوچک انجام می دهد. انگشت خود را برای لحظه در داخل آتش ببرد. آیا توان تحمل آتش را دارد؟ معلوم دارست که ندارد. پس وقتی که تحمل این آتش را ندارد، پس چیگونه تحمل می تواند آتش دوزخ را؟ تشکر از توجه شما عزیزان. اگر می خواهید که ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید، پس چینل ما را سابسکرایب نمایید.